من حمید سلیمیان هستم، یک آشپز توی ونکوور. به زندگی من خوش آمدین. من 1976 توی تهران به دنیا اومدم. تا 8 سالگی توی تهران بودم. موقعی که جنگ ایران عراق بودش، یه باقی توی شمال داشتیم که اونجا رفتیم. پدرم شروع کردش کشاورزی کردن و دامداری و اینا و تمام بچگیم و من توی شمال بودم. مامان همیشه میگفتش که باید یک ساعت در روز بریم با باغبونا کار بکنیم که بفهمیم چجوری موقعی که یک دونه تخم رو توی زمین میکاری و بهش میرسیم که آفتاب بهش بخوره، آب بخوره، غذاشو بگیره، بزرگ میشه و این در میاد. و این همیشه با من بودش. این درخت قهوه هستش که الان میوهش آماده است. موقعی قرمز میشه بعد بچیننش و خشکش بکنن و رستش بکنن و گراوند بکنن باش و قهوه درست بکنن. اونم درختایی که اونجا نگاه میکنین درختای دارچینه که کوچولو داره بزرگتر میشه و موقعی که بزرگتر میشه از بیرون میتونین دارچین رو ازش بگیرین. خب اونجا نگاه میکنین گراون آلن هستش که یه جای مارکت کوچولو هستش و خیلی خوشگله. تمام انواع غذاها هستش اونجا، ماهی، صدف، گوشت. بعد خرید بکنم امروز واسه نهاری که میخوایم باربرجوز بریم. اما از اینجا نگاه بکنین اون کوههای پشت رو میبینین، اونجا هستش نورت ونکوور و وست ونکوور، داونتاون ونکوور هستش که این تمام ساختمانایی که اونجا میبینین. و این سمت ونکوور که نگاه میکنین ایست ساید هستش و خیلی جای باحالی اینجا. اینجا گراون آیلند هستش که یه آیلند کوچولوی تو ونکوور. وشتبال که میخوایم بگیریم میام از اینجا خرید میکنیم و یه جای توریستی هستش. اما با اینکه جای توریستی هستش، یه جای هستش که خیلی غذاهای عالی که توی همین بریتیش کولومبیا درست میشه میان اینجا و فروش میکنن. میخواین آشپزی بکنین بعد ببینین که غذاتون از کجا میاد. اینجا خوبیش اینه که میتونین خیلی غذاهایی که میگیرین، سبزیجات میگیرین اینا از تمام فارمای کوچولو توی ونکوور هستش و بریتیش کولومبیا میتونین بگیرین. بهترین ساسیجایی که میتونین توی ونکوور پیدا بکنین همینجاست که همه کسانی که واقعا شاکوتری دوست داشته باشن اینا همه اینجا میان. و پنیر. یا همیشه باید پنیر تو زندگی باشه. این هم با فاگ یه پنیری که 10 سال پیش توی ونکوور نمیتونستیم بگیرین چون اجازه نمیدادن که وارد بکنین و اینا. اینو موقعی که توی ونکوور میآوردن قاچاقی میآوردن. مردم قاچاقی پنیر وارد کار را میکردن و واسه غذا همه کار انجام میدن دیگه. اما حالا همه جا میبینیم دیگه مزهش از دست داده.
going on, big guy? How you doing? Good, man. I was wondering when I was going to see you. داریم الان میریم دو تا دونه مغازه اینجا است نگاه بکنیم واسه صدف، چون تو منیو امروز صدف داریم. خب ببینیم صدف کدومشون بهتره، که این هستش Finest at Sea. امروز که میخوایم صدف بگیریم، این صدف داره بهش میگن دگبی بیس صدف، که این مال ایست کوست کانادا هستش. And how is the scallops today? They're good scallops. Can I see one? Is that okay? این هم هستش لابستر من. ما تمام مدتی که من تو ونکوور تو رستوران کار میکردم همیشه لابستر ما از این شخص میگفتم. خوبیش که شب زنگ میزنی فردا صبح لابستر تو مغازه هستش. رو میگی فت بسترد و کوشی که عاشقشم، یعنی واقعا اگه اینجا نگاه بکنی خرچنگا رو میبینین، دستتون رو توش نزنید. من آشپزیمو که تو ونکوور شروع کردم و اولین کاری که گرفتم تو هتل ساتن پلیس هتل بود، که اون موقع که ساتن پلیس رفتم سه تا دونه هتل بود توی کانادا که 5 دایمن بودش، که یکی همین ساتن پلیس بود. شفی که زیر دست شروع کردم اسمش بود کایل لرمن، یه شخص آلمانی و سخت. اما هر جایی که کار میکنی یک شف هستش، بعد از شف رستوران شف هستش، یا اگزکسو شف هستش، و یه رستوران شف اون موقع اونجا بودش به نام مایکل دویچ. مایکل دویچ یه جور دیگه فکر میکرد درباره آشپزی و همیشه میگفت که همین چجوری میشه که آشپزی بکنیم و آشپزی میکنیم همیشه یه چیزی فرق بکنه. هر روز نباید بیای همون کاری که دیروز انجام دادی انجام بدی، بعد امروز فرق بکنه با کار دیروز. که واقعا اون شروع کرد به من کمک کردن که من موقعی که آشپزی میکنم یه جور دیگه فکر بکنم. موقعی که من اپرنتشیپم که تموم شد تو ساتن پلیس، من مسابقات اپرنتشیپ ونکوور رو بردم و شدم اپرنتس سال ونکوور. و اون موقع بودش که شروع بودش که من واقعا خواستم مسابقات انجام بدم. 2002 اولین مسابقه اینترنشنال انجام دادم که رفتم توی لوکسمبورگ که طلا گرفتیم. 2004 اولمپیکس بود، اولین باری که توی اولمپیک رفتم که با تیم بریتیش کلمبیا که طلا گرفتیم. 2008 اولین بار بود که با تیم کانادا رفتم آلمان واسه اولمپیکس، که خوشبختانه خیلی عالی بود طلا گرفتیم. 2012 رفتم اولمپیک، اما این دفعه به عنوان یک کوچ، که کوچ تیم بریتیش کلمبیا بودم. و 2013 واسه بوکوستور من عضو یکی از کوچا بودم. و 2014 و 15 به عنوان کپتن تیم کانادا بودم که لوکسمبورگ رفتیم و برزیل. الان میخوایم بریم اینجا که پنیر بگیریم، اسمش هستش لزمید فوماژ، که بهترین پنیر فروشی ونکووره. اگه اینجا نگاه بکنین انواع اقسام پنیرها از تمام دنیا میارن و این یه فامیلی هستن که واقعا عشق آشپزی دارن و تمام پنیرهایی که انتخاب میکنن که میارن اینجا همه چیزهای اعلی درجه یک. و یه خوبی هستش که چون قبلا که توی کار رستوران و کیترینگ اینا کار میکردن میدونن که شفا چی احتیاج دارن. سنو پنیری که امروز استفاده میکنیم دیابلوس هستش، لارستیکا اند فودووا. کلاستریکا یک پنیری که هستش که خیلی کریمیه، دیابلو یه خورده شارپه و فودووا سمی کریمی هستش.
حالا امروز اومدیم اینجا کتاب فروشی باربرا جوز. باربرا جوز نزدیک 18 ساله توی ونکوور هستش و اگه کتاب آشپزی یا کتاب داستان‌های آشپزی می‌خواید پیدا بکنیم باید بیاین اینجا. باربرا جوز آدمیه که میره تمام دنیا و بهترین کتاب‌های آشپزی رو پیدا می‌کنه و به اینجا میاره. بریم من با غذا رو آماده بکنم چون مهمونا می‌خوان بیان تو و نهار رو بدیم. آشپزی که میخوام روز بکنم از کتاب تامس کلر. تامس کلر یه شف آمریکایی هستش که 4-5 تا رستوران داره و از هر کتابش یک نوع دیش میخوام درست بکنم. کورس اول که میخوام بدیم جگر قاز هستش. کورس دوم که میخوام بدیم صدف هستش، باتسل. کورس سوم که میخوایم انجام بدیم فیله گاو هستش و بعد از اون پنیر و شکلات و اینا. Thank you very much. اینجا استودیوی من هستش که امروز 4 تا غذای ایرانی دارم کار میکنم. بریم بتونشون بدم. تنی دلیلی که شروع کردم غذای ایرانی پختن چون من تمام اکسپیرینسم غذای فرانسوی بودش و تنی دلیلی که شروع کردم به خود اینکه نزدیک 10 سال پیش بودش که با بچه ها نشسته بودیم اینا در باره غذای ایرانی نشیم صحبت میکردیم که همه گفتن غذای ایرانی خیلی خوشمزه است اما هیچ وقت خوشگل نیستش موقعی که نگاه میکنین. که همین صحبتی که بودش گفتم نه آقای یه چیز درسته غذا ایرانی خیلی خوشمزه هستش اما شاید خورش که نگاه میکنی یه چیز واقعا اکسایدین نیستش نگاه میکنی. اما غذای فرانسوی هم همینطوره. غذای موقعی که میرین بیرون فرانسه یا جایی که بیسترو مانند هستش اینا، این یک نوع اگه میخواین یه غذای یه کشور رو انجام بدیم و خوشگل باشه و آرت پلیدینگ باشه و این شدش که من گفتم نه من حالا غذای ایرانی رو دوست دارم انجام بدم و هرچ غذا هستش همینی که هستش، قرمه سبزی یا فسنجونه، چیزی عوض نمیشه اما میتونیم این حالت پلیدینگ باشه، حالت مدرن انجام بشه و این کاری که فرانسوی ها با غذای خودشون کردن یا اسپانیا با غذای خودشون کردن یا نورد کانتری ها کاری که به غذای خودشون کردن ما هم میتونیم با غذای ایرانی بکنیم. غذای ما واقعا درجه یکه، یعنی هر کسی یک سپیشالتی خودش داره، یک فلیور خودش داره که واقعا واسه همه چیز جدیده. اولین غذایی که میخوام نوشم حلواست و این حلوایی که درست شده فریز شده و شیوش کردیم و این حلوایی خود فرق میکنه چون یه خود بیشتر حالت آبی داره که آب میشه موقعی که تو دهنتون میزنیم و این یه خود توته و این توت هاییست که از توی ونکوور هستش اما دلم واسه توت های ایران خیلی تنگ شده. این هم جیغره قاز که میبینین موقعی که سرو میکنن یه چایی هستش که دورش میریزن. این غذایی که الان میخوام روشتم کار میکنم کوکو سبزی و ماهیه که معمولا موقعی که خونه هر کسی میرین کوکو سبزی هستش این حالت بریده شده یا نه
و ماهی هم که سرخ شده و نارنج با هم دیگه هستش و که با هم دیگه میخورین. کاری که من خیلی دوست دارم انجام بدم که غذاها رو عوض نکنم. اگه خونه یه شخصی میبینی که کوکو سبزی خوردین و بیان توی رستوران و کوکو سبزی بخورین، همین مزه کوکو سبزی باشه. جوری که این کوکو سبزی رو روی بشقاب میذاریم و ماهی رو باش میذاریم و سوسایی که درست میکنیم یه خورده فرق میکنه، اما مزه اصلیش همون کوکو سبزی هستش. اگه کوکو سبزی الان نگاه بکنین، کوکو سبزی هستش، ماهی هستش، سانچوک هستش، صدف هستش و این سوسی هم که دارم میریزم روش سس نارنجه. این هستش میز قاسمی که داریم سرو میکنیم. ما که میز قاسمی که درست میکنیم بادمجون رو بو میدین و اینا و پیاز و سیر و گوجه و همین نداره دیگه، که ما داریم با ماهی ازنبرون داریم سرو میکنیم و هشپا. این غذای بعدی که فسنجون هستش که دارم درست میکنم که با کبوتر هستش و این رون کبوتر هستش، این سینه کبوتر. معمولا من فسنجون رو با اردک سرو میکنم، اما امروز خواستم با سکواب سرو بکنم. بعضی موقع فسنجون رو با جگر قاز سرو میکنم، اما هیچ وقت با مرغ سرو نمی کنم. این رون گوسفند هستش که پخته توی سس قرمه سبزی. روش داریم، این هستش بهش میگن پافت رایس و اینم گوشت گوساله هستش که پختیم. اینو اولین بار که اینو توی فیسبوک گذاشتم، خیلی سریع نزدیک 30 تا دونه ایمیل گرفتم که مردم دوست نداشتن. موقعی که توی فیسبوک گذاشتم واقعا یعنی دلم افتاد، گفتم بابا چی کار کردم، این همه مردم چقدر بدشون میاد و بعضیا خیلی حرفای بد زدن. خیلی دلم میخواست که واسه تمام اون شخصایی که از این غذا بدشون میومد ناشپزی واسه شون بکنم که بخورن ببینن که این چطوره. این توش خورشت قرمه سبزیه که مثل حالت سس فرانسوی درست شده که خیلی اینتنس هستش و بول، و حالا میخوام یه دونه فرم درست بکنم. اینم لیمو امونی هستش که روش ریخته میشه. و اینم قرمه سبزی من واسه شما.
اینجا ونکوور کامیونیتی کالج هستیم که بهش میگن VCC و ونکوور کامیونیتی کالج این سکشنی که اینجا هستیم کلاس آشپزی هستش که اینترنشنال کوکینگ پروگرام هستش. تمام شاگردهایی که تو این کلاس هستن از تمام دنیا میان توی کانادا و ما توی کلاس هستم بهشون درس آشپزی میدیم. Have any question about that? Are we clear? ما که شف میشه یه حالت دیگه هر چی که دونستی و بلدی میخوای همه رو روی میز بذاری و به بچه ها بدی و این حالت تمام آشپزا هستش. هر موقع به یک نفر دلیل چیزی یاد میگیری این چیزی خودتون یاد میگیری. میخوایم امروز یه دونه اپتایزر درست بکنیم. آره بعضی کارا رو شروع کردم، بعد جوری که انجام میشه من یه کار نشون میدم اونا انجام میدن، یه کار نشون میدم اونا انجام میدن، بعد آخر سر من تمام دش رو نشون میدم، بعد اونا میرن دش رو درست میکنن برمیگردونن.